خیلیاتون رعایت نمی کنید. اگه قراره خرید یا کاری انجام بده، پیشنهاد انجام دادنش از سمت خودت یا همراهی کردنش رو حتما بده. وقتی که باهاش جایی هستی قراره که برگرده بره سمت دختری علاقه داری، قدم اول برای جذبش اینه که بتونی توجهش رو جلب کنی. اگر تو رابطه هستی و میخوای کاری بکنی که عاشقت بشه، باید بتونی با رفتارها طوری توجهش رو جلب کنی که وقتی ازت دور میشه رفتاراتو بهش فکر کنه، تحلیل کنه، دوست داشته باشه، لذت ببره از یادآوریش و همچنین در کنارت حس خوبی داشته باشه و دلتنگت بشه. اگر بتونی این کار رو انجام بدی توی هر دو شرایط که هستی، میتونی قدم اولو به درستی برداری. سلام، من جعفری هستم، مریم جعفری، روانشناس بالینی، کوچ روابط عاطفی و رشد توسعه فردی. توی این ویدیو میخوام 4 تا روش درست حسابی بهتون بگم که اگر اجرایشون بکنید میتونید توجه یه خانم رو جلب بکنید. خلاق بودن، مورد اول. چه خیلی از ویدیوها در مورد اینکه آدم قرقرویی نباشید، قربانی نباشید و بتونید احساساتتون رو مدیریت کنید صحبت کردم، مثل ویدیو مردانگی سمی یا ویدیویی که خانم از این رفتار و کارا متنفرن پس انجامش نده، کامل اینو توضیح دادم. اما میخوام این بار توی این ویدیو از روشی که میتونه به شدت توجه یه خانم رو جلب کنه به اسم خلاق بودن برات توضیح بدم. خلاق بودن تو به این معنیه که تو پول و داراییت نیست که میتونه یک خانم رو توجهش رو جلب بکنه، بلکه ویژگی های رفتارید مثل خلاق بودن میتونه این توجه رو جلب کنه. خلاق بودن یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که مشغول انجام کارت هستی توی زندگی، یا اینکه بهتر بگم بیشتر با این خانم در ارتباطی، چه تو رابطه باهاش هستی یا چه توی جمع دوستان یا همکارانتون هست، در هر صورت داره رفتارهای تو رو میبینه. اگر تو آدمی باشی که وقتی چالش یا مشکلی برات پیش میاد به سرعت عصبی میشی، نمیتونی احساساتت رو مدیریت کنی، نمیتونی موضوع حل کنی، شروع کنی به غر زدن، همون قربانی بودن رو داری. اما اگر مردی هستی که به سرعت از خودش انعطاف نشون میده، که یکی از بزرگترین فاکتورهای باهوش بودنه که کاملا اعلام شده در سطح جهانی، که آدمهایی که باهوشن منعطف‌ترن، حل مسئله بالاتری دارن، سریع راهکار و ایده میدن و شروع میکنن به تغییر شرایط به سمتی که همه آرامش داشته باشن، حالشون خوب باشه و لذت ببرن. به عنوان مثال دارین یک تفریح میرین، یکی یه چیزی جا گذاشته، یکی دیرتر میاد، یکی مخالفت میکنه، یا با پیشنهادهی روبرو میشین که خیلی دوست ندارین، موافق نیستید، یا یه نفر یه خرابکاری میکنه. اگر از جمله آدمایی باشی که مدام میخوای غر بزنی و اونو سرزنش کنی و اینو سرزنش کنی و ناراحتی بیاری روی ناراحتی هایی که هست، دقیقا همون مرد قربانی هستی. در صورتی که خلاق بودن تو، باهوش بودن تو اینو نشون میده که ما هر شرایطی که داشته باشیم، اون اتفاق و شرایطی که نمیتونیم تغییرش بدیم رو من میپذیرم، اوکیش میکنم، حالا سریعا چند تا راهکار میدم که توی همین شرایطی که خیلی نمیشه تغییرش داد کلی بهمون خوش بگذره، کلی حالمون خوب باشه و همه آرامش بهشون برگرده. اینجاست که یک زن واقعا روی شما حساب میکنه. چطوری؟ اینطوری که سعی میکنه حتی توی خیلی از موارد زندگی، جاهایی که میخواد تصمیم بگیره، جاهایی که نیاز به مشورت داره، جاهایی که نیاز به راهکار داره، بیاد بیشتر با شما صحبت کنه، موضوعاتش رو با شما به اشتراک بذاره، حتی از شما راهکار بگیره و حرف شنوی داشته باشه. یعنی تو رو یک مأمن امن و قدرتمند میبینه که اگر که توی رابطه باهاش هستی، خب صمیمیتتون بیشتر میشه، فعالیت مشترکتون بیشتر میشه. اگر هم تو رابطه نیستی و حالا تو محیط کار یا محیط دوستانه باهاش در ارتباطی، بیشتر سمت شما توجهش جلب میشه و تصمیم میگیره باهاتون در ارتباط قرار بگیره، چون شما رو یه آدم خوش اخلاق، پر انرژی، حال خوب، خلاق میدونه که اگر یه وقت مسئله و مشکلی داشته باشه میتونه بیاد با شما مطرحش بکنه و یا حتی از شما مشورت بگیره. یادتون نره نکته، اگر این خانم که میخواد جذبش کنید توی جمع شما نیست، حالا تو محیط کار یا دوستان، سعی کنید با به اشتراک گذاشتن این کارهایی که دارید انجام میدید و این خصوصیات اخلاقیتون توی فضای مجازی که شما رو دنبال میکنه، این موارد رو بهش نشون بده. مورد مهم دوم، اتیکت رفتاریه. چقدر این مورد مهمه
توی جلب توجه خانوم شاید باورتون نشه، به خصوص خانمایی که باهوشن، خانمایی که دنبال روابط سالمن، خانمایی که پرقدرتن، مستقلن و واقعا هر مردی آرزوشه که در کنارشون باشه. چقدر مهمه، فوق‌العاده زیاد اتیکت رفتاری شما اهمیت داره. شما باید بتونید، یه مرد باهوش میدونه که دقیقاً با یه خانوم چطور رفتار بکنه. حالا تو قدم اول مهم نیست این خانوم کی باشه، این خانوم مادرشه، خواهرشه، دقیقاً از خانوم‌های خانواده خودش این موضوع شروع میشه، از خواهر و مادر خودش این موضوع شروع میشه که دقیقاً چه رفتارهایی با اونا داره انجام میده. آیا این اتیکت رفتاری، این احترام گذاشتنی که الان قراره یه سریاشو بهتون توضیح بدم و بعد انجامشون بدید رو با خواهر و مادر خودش هم داره، با خانمای خانواده خودش هم داره، یا یعنی اینکه نه فقط میخواد الان اینا رو حفظ کنه بره فیلم بازی کنه برای یه دختر که اگر اینطور باشه جزء شخصیتتون نباشه کاملاً مشهوده و میگه آنچه از دل برایت بر دل نشیند دیگه کاملا متوجه میشه. و یکی از بزرگترین شکایت خانوم ها که وقتی باشون صحبت میکنم و دلیل اینکه این آقا رو چرا نمیپذیری ازشون میپرسم همین اتیکت رفتاریه که دارم بهتون میگم و اینکه میگه این رفتاری که من دیدم با مامانو خواهرش انجام میده، داد میزنه، چه میدونم مدیرت احساسات نداره، بهشون توجه نمیکنه، محبت نمیکنه، دو روز دیگه با منم همین رفتار رو داره دیگه. پس باعث میشه که اگر تو رابطه باهات این خانوم رو حساب نکنه، اگرم که میخوای توجهش رو بگیری که باش وارد ارتباط بشی، خب قبولت نمیکنه. حالا این اتیکت های رفتاری شامل چه مواردی میشه؟ شامل اون نقطه توجهی که بهت توی فیلم، توی ویدیو خانم‌ها از این کار خوششون نمیاد انجام نده، یا توی ویدیو مردانگی سم میگفتم اونجایی که بهت گفتم توجه به جزئیات خیلی اهمیت داره، شما باید بتونید یک خانم رو به درستی بهش توجه کنید و متوجه بشید چه نیازهایی داره، الان چه خواسته‌ای داره، چی نیاز داره که راحت تر باشه، سردشه، گرسنه‌شه، چه همراهی میخواد، دوست داره بشینه حرف بزنه، دوست داره بهش توجه کنی، چی دلش میخواد، اینا رو بتونی توش متوجه بشی و بهش ارائه بدی. این نقطه خیلی نقطه مهمیه که بتونید برای شروع داشته باشید در ارتباط مستقیم با اون خانوم و در کل اتیکت های رفتاری که باید رعایت بکنید از جمله این موارده که به عنوان مثال وقتی که میرین رستوران یا کافه اجازه بدی که خانوم های اون جمع انتخاب بکنن، تو پر از ایده باشی، تو هم نظر خودتو داشته باشی، نمیگم وارد سندروم پسر خوب باش، ولی اجازه بده که اول اونا انتخاب بکنن. اینکه جلوتر از خانوما راه بری و مثل جوجه اونا رو دنبال خودت راه بندازی اصلا قشنگ نیست، امنیت تو رو احساس امنیت بهشون نمیدی، احساس حامی بودن بهشون نمیدی. حتما حواست باشه که موقع ورود و خروج در رو براشون باز کنی. شاید این نکات براتون یه ذره تکراری بیاد یا کلیشه‌ای، ولی همین نکات ریز رو که خیلیاتون رعایت نمی‌کنید. اگه قراره خرید یا کاری انجام بده، پیشنهاد انجام دادنش از سمت خودت یا همراهی کردنش رو حتما بده. وقتی که باهاش جایی هستی قراره که برگرده بره سمت خونه، ازش بپرس لازمه برسونم، چه کاری میتونم انجام بدم که راحت تر برسی خونه برگردی. حتی شاید باورتون نشه از باز کردن در نوشابش موقع غذا خوردن، گرفتن وسایلش که لازمه جا به جا بشه یا هم بشه، حتی اگه سنگین نیست، حتی اگه خودش میتونه انجام بده و حملش بکنه. یا یکی از مواردی که خیلی جالبه همیشه برای پایین رفتن از پله ها، اگه شرایطش بود هر دوتون با هم پایین میایید، اما اگر شرایطش نبود اول شما که آقا هستید باید از پله پایین بیاد که حالت حمایت رو داشته باشید. اما موقع بالا رفتن از پله ها برای داشتن این نقش حمایتی لازمه اول اجازه بدید خانوم جلوتر بره. پس این اتیکت های رفتاریه که خیلی مهمه. یا به عنوان یه مثال جالب دیگه، اگه دست دادن واسهتون رواله، حتما حواستون باشه با یه خانم دیگه اگه قراره دست بدید اول بعد اجازه بدید اون خانم دستش رو به سمت شما بیاره.
خب بیشتر از این نمیخوام در مورد این موضوع صحبت بکنم توی این ویدیو، چون دو تا نکته مهم دیگه داریم. اگر که در مورد اتیکت رفتاری دوست دارید نکات بیشتری رو داشته باشیم و یه ویدیو آموزش کامل بذاریم، میتونید توی کامنت ها کلمه اتیکت رو برام کامنت بذارین که اگر تعداد درخواست ها بالا باشه حتما در رابطه با این موضوع هم یک ویدیو خواهیم داشت. و اما مورد مهم بعدی ریسک پذیر بودن و خارج شدن از محدوده امنه. اگر توجه کرده باشید مرد ذاتاً قدرتش رو نمایش میده. وقتی یک مرد میتونه متفاوت تر از مردهای دیگه عمل بکنه و بیشتر خودش رو نشون بده که قدرت بیشتری داشته باشه. الان اکثر آقایون تو محدوده امن خودشون یا به اصطلاح من سندروم پسر خوب به شدت گیر کردن و شما نقطه تفاوتی که میتونه توجه یه خانم رو به شدت جلب بکنه، چه تو رابطه باهاش هستید چه میخواید جذبش بکنید، این میزان قدرتتونه. چه زمانی این قدرت میره بالا؟ از زمان انسان‌های نخستین هم بیایم در نظر بگیریم، مردهایی بیشتر مورد توجه خانم‌ها یا یک قبیله بودن که کارهای متفاوت‌تر از بقیه از انجام میدادن. مثلا یه شکاری میکردن، یه کاری انجام میدادن که بقیه نمیتونستن این کار رو انجام بدن و این متفاوتشون میکرد. چرا؟ چون قدرتشون رو بیشتر نشون میداد. حالا شما، ما توی این دنیای مدرن داریم زندگی میکنیم، لازم نیست به این حد کار ریسکی یا بزرگی انجام بدید. شاید بگی من تو کارم خیلی کار ریسکی انجام میدم، خیلی موفقم، خودش نشون دهنده است. بله هست، تو سبک زندگیتونم بله، ولی تو ارتباط با این خانم یا تو ارتباط با دوستاتون تو زندگی شخصیتون باید بتونید به دنبال آدم کنجکاو و پر انرژی باشید، جای بکر و متفاوت رو پیدا کنید، بازی ها و سرگرمی های جدیدی رو پیدا کنید، مشغولش بشید، ورزش هایی که شاید هر آدمی مثلا خیلی انتخابش نمی کنه بره، بیاید بریم مثلا یه زمین تنیس بگیریم، تنیس بازی کنیم، بیاید بریم اسب سواری داشته باشیم، بیاید بریم یه روز قایق سواری، بیاید بریم پاراگلایدر، هر چیزی که شاید اکثریت انجامش نمیدن شما برید تو دلش انجامش بدید. اگر تو جمع دوستاتون هستش پیشنهاد بدید، همه همراهی داشته باشید، پیشنهادهای جدید داشته باشید، نمیدونم بریم این غذای جدید رو امتحان کنیم، بریم اینجا آتیش روشن کنیم، این غذای جدید رو درست بکنیم، چه میدونم بریم این کافه یه سری بازی های جدید باحال آورده، بریم شهر بازی، اتاق فرار، تئاتر و خیلی چیزای متفاوتی که میتونید فارغ از چه میدونم دور همیای آخر هفته تکراری یا یه روتین خیلی ساده تکراری، خرید رفتن، پاساژ رفتن یا سینما رفتن ساده باشه رو داشته باشید. چیزی فراتر از اینها، کارهای هیجان انگیز، کارهایی که ماجرایی توش داره، ماجراجویی توش داره و کنجکاو میکنه طرف مقابل رو، بهش کمک میکنه خیلی چیزای جدید رو تجربه کنه، کشف کنه و خاطراتی به یاد موندنی براش میذارین و شما میشین اون منبع قدرت خلاق، باهوش، حامی که این موارد رو پیشنهاد میده و در کنارش حسابی خوش میگذره، حسابی حال آدم خوبه و میشه روش حساب کرد. پس اگر که میخوای جذبش کنی حسابی جذبت میشه، اگر تو رابطه باهاش هستی که واقعا عاشقت میشه. مورد مهم آخر باید. مورد مهمی که الان میخوام بهتون بگم حامی بودن شماست. این حامی بودن شما به شکلی متفاوت تر از چیزی که تا به حال شنیدید هست توی این موردی که من میخوام بهتون بگم. شما باید حواستون باشه که نه تنها مردی باشید که احساساتش رو مدیریت میکنه، توی بحثا، دعواها یا عصبانیتها فوش نمیده، القاب بد بهش نمیده، سرزنشش نمیکنه، تخریبش نمیکنه و زیر سوال نمیبره این خانومو، بلکه باید طوری باشید که اگر کسی خواست در مورد این خانوم نظر بده، صحبت کنه یا گلایه ای داشته باشه وقتی که خودش نیست، چه زمانی که خودش هست، یا شوخی بی جایی با این خانم داشته باشه که نباید، شما باید دقیقاً کسی باشید که اینجا جدی، بالغانه و محکم در برابرش بایستید. حتی اگر اون کسی که میخواد در مورد این خانم حرف بزنه دوستتونه، خانوادتونه یا هر کس دیگه ای، نباید اجازه بدید این خانم رو زیر سوال ببره. اگر مشکل باهاش دارید باید خب توی جلسه مشاوره حلش بکنید، ولی اگر در غیر این صورت هست مشکلی نیست و اون میخواد مدام نظر بده یا یه سری چیزا رو بگه که احتمالا خودت این بدگویی‌ها رو کردی، اونو بهش عادت تبدیلش کردی به یک عادت، یا توی جمع بیش از حد با این خانم شوخی کردی یا ازش یه سری چیزا رو گفتی،
و این اجازه رو داری به بقیه میدی، ولی همینجا استاپش کن و این اجازه رو نده، چون اول از همه خودت زیر سوال میری، چون تو این خانم رو انتخاب کردی. چه اگر میخوای تازه باهاش وارد رابطه بشی بقیه دارن نظر میدن، چه اگر که توی رابطه عاطفی باهاش هستی. و حواست به رفتار خودت با این خانم توی جمع خیلی باشه. توی جمع باید بتونی بهش به میزان کافی توجه کنی، بهش حمایت بدی، اون اتیکت‌های رفتاری رو داشته باشی و دقیقاً توی جمع بهش ارزش بدی، القاب بهش ندی، شوخی بیجا خودت باهاش نکنی و ارزشش رو بالا ببری، دقیقاً با همون رفتارهایی که باهاش داری، و این اجازه رو به دیگران هم ندی. یه نکته خیلی مهم، این موضوع رو در برابر خانواده خودت هم باید داشته باشی و این نکته طلایی رو کلن بگیر. ما هر رفتاری که با خانواده خودمون داریم، پدرمون، مادرمون، اصلا دوست صمیمیمون، خواهر و برادرمون، همون رفتار رو هم بعدن و کم کم با پارتنرمون انجام میدیم. خب پس خانوم‌ها این نکته رو خیلی خوب یا یاد گرفتن اخیراً، یا اصلا تو ذاتشونه که توجه بکنن بهش، خیلی دقت میکنن شما با اطرافیانتون که خانواده و دوستتون هست چطور رفتار میکنید و برخورد میکنید، و توقع داره ما و متوجه میشه که همون رفتارها قراره با خودش بشه. پس حواستون باشه که دنبال فیلم بازی کردن یا اجرای کردن نکات فقط برای اون خانم به صورت جعلی نباشید. این موارد رو توی شخصیت و سبک زندگیتون اول از همه ایجاد بکنید. اینکه ویدیوهای منو لایک میکنید به من فوق‌العاده انرژی میده. اینکه نظرتون رو کامنت میکنید خیلی دوست دارم. و باز هم میگم اگر سوالی دارین کامنت کنید، و اگر دوست دارید در مورد اتیکت رفتاری یا هر کدوم از این موردهایی که تا الان گفتم بیشتر صحبت بشه، توی کامنت ها درخواست بدید که بتونیم حتما در موردش ویدیو داشته باشیم.